سلام خوش اومدین به کانال ترکیش ویت مهدی زمان گذشته ساده در ترکیه استانبولی چطور گفته میشه اگه میخواین با این مطلب آشنا بشین تا انتهای ویدیو همراه من باشین فقط اگه تا حالا تو کانال عضو نشدین حتما تو کانال عضو بشین روی دکمه سابسکرایب کلیک کنین و اگه دکمه زنگ رو هم بزنین به محض اینکه ویدیو جدیدی از طرف من منتشر بشه از طرف یوتیوب نوتیفیکیشن های برای شما ارسال میشه و شما از اون مطلع میشین کانال رو به دوستانتون هم که احساس میکنین نیازمند یادگیری این زبان هستن معرفی کنین توصیه همیشگیم رو هم فراموش نکنین فیلم ها رو از اول مشاهده کنین لینک جلسه اول رو این بالا براتون میذارم تو این قسمت راهنمای رنگ ها هم طبق روال معمول رایت میشه اینجا با این ستا بیشتر کار داریم اگه رنگ سبز بود پسندی به رنگ سبز دیدین پسند زمان هستش اگه رنگ قرمز دیدید نشان فائل هستش و اگه هایلایت فیروزه دیدیم پسوند منفی ساز فعل هستش با بقیه رنگ ها زیاد کاری نداریم تو این جلسه قبلش یه توضیحی قبل از اینکه وارد بحث زمان ها بشیم زمان گذشته ساده بشیم یه توضیح بدیم زمان لار زمان ها زمان لار خونده میشه در زبان ترکی استانبولی به سه دسته اصلی هستش گچمیش زمان زمان گذشته زمان حال حال و گلجک زمان زمان آینده یه زمان هم هست گنیش زمان گفتم که تو جلسه چهارم بهتون گفتم این گنیج زمان به معنی این هستش اگه این فعل رو به کار ببرید شما پسوندهاش رو به کار ببرید به این معنی هستش که شما اون فعل رو همواره انجام میدید این مخصوص زبان ترکی استانبولی هستش به موقع این رو هم میخونیم الان موضوع بحث ما بلیلی کشمش زمان هستش یا گذشته ساده یا معین زمان گذشته خودش به دو نوع بلیلی و بلیرسیز تقسیم میشه زمان بلیرسیز گذشته بلیرسیز یعنی ما اطلاعی نداریم کسی دیگه برامون روایت میکنه به همین خاطر زمان گذشته روایتی یا نقلی گفته میشه این رو هم در زمان خودش میخونیم فقط یه نکته که هست تو همه زمان ها نشان فائلی که تو درس قبلی خوندیم تو جلسه چهارم خوندیم و برای جملات کوشاچ خوندیم نشان فائلی که گفته بودم استفاده میشه اون نشان فائل نوع اول بود از این به بعد در قواعدمون یه اصطلاح دیگه هم وارد میشه نشان فائل نوع دوم برای زمان گذشته ساده نشان فائل نوع دوم به کار میره ببینیم نشان فاعل نوع دوم اینها هستند نشان فال نوع اول رو که قبلا یاد گرفتیم نشان فاعل نوع دوم اینها هستند فرمولش به این ترتیب هست که اول ایلم کوکو بعد زمان اکه سنر کشی اکه گلیور اول ریشه فعل ریشه فعل گفتیم که از حذف مکو ماک از مستر فعل یعنی این اوکو الان ریشه فعله این ماک بوده مسترش بوده ماک رو حذف میکنیم برای اینکه به کار ببریم به این ترتیب ماک رو از ریشه فعل حذف کنیم در این فرمول منفی ساز همواره کلا در زبان ترکی استانبولی منفی ساز بعد از ریشه فعل میاد م و ما هستش بعد زمانه که کیشیه که یکی از نکات دیگه ویژه زمان گذشته ساده این هستش که پسوند سوالی همواره در انتها میاد من چهار تا مثال رو انتخاب کردم برای این یه مروری هم به زمایر اشاره بکنیم کیشی آدلر بن سن او بیز سیز اونلار من تو او ما شما ایشان این هم ریشه فعل ابتدا میاد پسوند منفی ساز بعد هم پسوند زمانش در اینجا دو تو دی تی دو تو دو تو هستش کجا این چهار میاد طبق قانون هماهنگی حروف صدادار که تو درس های قبلی درس دادم اینو این حرف صدادارش این هشتا همه یکی هستن فقط این حرف صدادار این چهار تا که میبینین طبق حرف صدادار قبل از خودش میاد کجا ت تی تو تو میاد اگه قبلش حروف فستکچش هب باشه این رو هم گفتم اگه حرف قبل از این حرف آخر کلمه فستک باشه و بعد از اون پسفندی بیاد که با د شروع میشه د به ت تبدیل میشه اینها هم نشانهای فائل نوع دوم هستش که با نشان فائل نوع اول فرق میکنه این چهارتا هم اینجا تو دوم شخص جمع طبق قانون همان صدادار عوض میشه و همچنین این دوتا پسفند سوالی هم این چهارتا هستش که باز هم اینها هر چهارتا یکی هستش فقط طبق حرف داره قبل از خودش میاد چهار نوع جمله داریم در زبان ترکی استانبولی مثبت منفی مثبت سوالی منفی سوالی اینجا هر چهار نوع ساختار جمله رو برای هر شش سیغه صرف میکنیم سیغه اول رو حل کردم بقیه رو با هم حل میکنیم کاوشماک برای این زمان کاوشماک رو انتخاب کردم مستر فعل کاوشماک هستش به معنی به کسی رسیدن یا به هم دیگر پیوستن به وسال رسیدن اینجا ما کاوشماک بوده ماکش رو حذف کردیم دو بوده پسوند پسوند زمان دو بوده طبق این به خاطر قانون همانگی و این اومده و ته هم به خاطر قانون فستک چشه ته اومده شده کاوشتم این هم این ستون هم خارج از فعل ما هستش این رو فقط برای یادآوری گذاشتم پسوند نشان فائلش مه هستش بس میشه بن کاوشتم من رسیدم البته اینجا به مقصد رسیدن منظور نیست به کسی رسیدن هستش برای دوم شخص میشه سن کاوش میخوایم بگیم سن کاوش اینجا ما این ریشه فعل رو حذف میکنیم طبق فستک چشه ت میاد طبق همانگی حروف صدادار او میاد و پسوند نشان فائلش نه هستش برای سوم شخص باز هم تو میاد نشان فاعل نداره جمله چون به پایان رسیده نقطه میذاریم اینجا هم نقطه میذاریم برای اول شخص جمع میخوایم بگیم ما رسیدیم میشه بز کاوش تو کاوش تو نشان فاعلش که کاوش توک تلفظش میشه کاوش توک برای شما میشه سز کاوش تو این زمینه پسوند نشان زمانش هست این پسوند زمان هستش کاوشتونوز این او میاد طبق قانون هماهنگی حروف صدا این او میاد برای سوم شخص جمع میشه کاوش تو لار برای حالت منفی گفتیم که منفی ساز همیشه بعد از ریشه فعل میاد اینجا ریشه فعل اومده کاوش مادم ببینید اینجا دیگه پسوند زمان د به ت تبدیل نشده پس نشان فاعلش هم که مه هستش برای دوم شخص میشه کاوش منفی ساز میاریم کاوش ما د همون د میاد اینجا ا ای میاد اگه یادتون باشه تو مثال قبلی او میومد طبقه نمانگیس حروف صدادار طبق حرف صدادار قبل از خودش او اومد اما اینجا ا میاد او. چرا چون ما آخرین حرف صدادار اینجا مربوط به پسوند منفی ساز آ هستش اینجا ا میاد سن کاوش تون سن کاوش مادن تو نرسیدی نشان فاعلش هم که نه هستش برای سوم شخص میشه کاوش ما د برای اول شخص جمع میشه کاوش ما دک برای دوم شخص جمع میشه کاوش ما پسوند زمانش د نز کاوش برای سوم شخص جمع میشه کاوش ما د نشان فعالش هم کاوش ما دلار. برای حالت مثبت سوالی هم همونطور که میبینین سوالی با رنگ زرد در انتها آمده این مثبت سوالی هستش میشه کاوشتم من آیا رسیدم معنیش میشه من آیا رسیدم میپرسه تلفظش هم میشه کاوشتم برای دوم شخص ما از ماکو هضم میکنیم از مصدر فعل ریشه میمونه کاوش تو نشان فاعلش نه بعد فاصله میدیم سوالی همیشه فاصله میدیم یه... یه،, کلمه فاصله میدیم بعد مینویسیم سوالی رو کاوشتون مو تو رسیدی آیا آخر جمله هم علامت سوال میذاریم او کاوشتون مو پس زمانش تو هستش نشان فائل نداره آخر جمله هم سوالی بیز کاوش Tu, pesmende zamanış. Ke, kavuştuk. Mu, en hem pesmende sual iş. Siz kavuştunuz mu? Şuma residit aya, kavuştunuz mu? Onlar kavuştu, tu, faal işler. مو و در انتها هم پسنده خب اینجا ببینید در همه اینها او اومده طبق حرف صدادار قبل از خودش اما اینجا چون پسوند سوالی آ هستش اینجا میاد این قسمت هم فاصله نیست اشتباه تایپی شد کاوش م. اینجا م اومد ببینید تو پسوند سوالی برای سوم شخص جمع حالت مثبت م اومد این طبق این ا اومد اینجاها همه پسوند سوالی م بود او بود برای حالت منفی سوالی هم باید منفی ساز باشه تو جمله هم سوالی باشه پسوند سوالی باشه اولی رو حل کردیم بن کاوش مادم من آیا نرسیدم میپرسه به صورت منفی میپرسه آیا نرسیدم برای دوم شخص مفرد میشه بن سن کاوش ما من د این هم پس زمان, پس زمان این هم پسوند نشان فاعل بعد فاصله میدیم دوباره کاوش مدن م علامت سوال انتهای جمله برای سوم شخص مفرد کاوش ما د م انتهای جمله هم علامت سوالی بیز کاوش ما د نشان فاعلش که کاوش ما م سیز کاوش ما د این پسوند زمانش نز پسوند نشان فائلش کاوش ما م در انتها هم علامت جمله در انتهای جمله هم علامت سوال اون لار ما دلار خب اینها رو ما هر سیغه رو هر چهار حالت جمله رو برای هر شیش سیغه صرف کردیم خب دوستان پسوند زمان گذشته رو به طور کامل یاد گرفتیم تو جلسه بعد تمرین ها و مثال ها و مکالماتش رو با هم حل می کنیم فقط یه بار دیگه تلفظ ها رو براتون با ترجمهش می خونم برای حالت مثبت اول شخص میشه بن کاوشتوم من رسیدم سن کاوشتون او کاوشتو Biz kavuştuk. Siz kavuştunuz. Onlar kavuştular. Ona residend. Böyle halat menfi mişe? Ben kavuşmadım. Men neresidem? Sen kavuşmadın. U neresid? Sen kavuşmadın. To neresidi? O kavuşmadı. Biz kavuşmadık. Siz kavuşmadınız. Onlar kavuşmadılar. Anha neresiden? Ben kavuştum mu? Ben residem aya. Sen kavuştun mu? To residi aya. O kavuştu mu? Biz kavuştuk mu? Ma residim aya. Siz kavuştunuz mu? Şuma residit aya. Onlar kavuştular mı? Anha resident aya. Ve halatı menfi sual işmişe. Ben kavuşmadım mı? Ben aya neresidem? Sen kavuşmadın mı? To aya neresidi? O kavuşmadı mı? U aya neresid? Biz kavuşmadık mı? Siz kavuşmadınız mı? اونلار کابوش مادلرمه خب دوستان به پایان جلسه یازدهم رسیدیم اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و اگه سبک تدریسم رو بیپسندین تو کانال اوز بشین و روی دکمه سابسکرایب کلیک کنین تو جلسه بعد تمرین ها و مثال ها رو با هم حل میکنیم ممنونم از نگاهاتون که به ویدیوی من تقدیم کردین به امید دیدار در ویدیو های آینده